دو روش برای ایجاد یک فایل جدید در فلش وجود دارد. روش اول استفاده از صفحه خوشامدگویی است که در ابتدای باز نمودن برنامه فلش نمایش داده می شود. به صورت پیش بر صفحه خوشامدگویی فلش زمانی باز می شود که برای اولین بار این برنامه را باز کرده باشید و یا زمانی نشان داده می شود که هیچ فایلی باز نباشد. این صفحه یک روش گرافیکی را برای ایجاد سریع و آسان یک فایل در اختیار شما قرار می دهد. ستون دوم در این صفحه با عنوان Create New گزینه هایی را برای آغاز عملیات ایجاد فایل در اختیار شما قرار می دهد. با انتخاب گزینه Flash File Action Script فایل فلش جدیدی ایجاد می شود که برای اسکریپت نویسی از زبان برنامه نویسی Action Script استفاده می کند. با انتخاب گزینه دوم می توانید از زبان اکشن اسکریپت استفاده نمایید. با انتخاب گزینه بعدی می توانید یک فایل فلش مبتنی بر اداب ایر یا اداب Integrated ران تایم ایجاد کنید. همچنین این امکان برای شما وجود دارد که فایل های فلش خاصی ایجاد کنید. به عنوان مثال می توانید با انتخاب گزینه چهارم فایل فلش جدیدی را به منظور استفاده روی موبایل ایجاد کنید. در برخی مواقع ممکن است بخواهید فایل فلش جدید خود را از طریق تمپلیت های موجود ایجاد کنید. به این منظور می توانید از گزینه موجود در ستون سوم یعنی ستون Create From Template استفاده نمایید. با استفاده از ستون Open Recent Item می توانید به فایل هایی که اخیراً باز نموده ای دسترسی داشته باشید. با فعال کردن گزینه دون شوی این صفحه خوشامدگویی دیگر نشان داده نخواهد شد. هنگامی که صفحه خوشامدگویی غیر فعال باشد، می توانید فایل جدید خود را با استفاده از روشی که در اغلب برنامه های کاربردی استفاده می شود ایجاد کنید. به این منظور ابتدا از منوی فایل گزینه نیو را انتخاب کنید تا کادر محاوره نیو داکیومنت باز شود. می توانید در سربرگ جنرال و بخش تایپ نوع فایلی را که می خواهید باز شود انتخاب کنید. با استفاده از سربرگ تمپلیت نیز می توانید به انواع الگوها و محتویات آنها دسترسی داشته باشید و از طریق آنها یک فایل فلاش جدید ایجاد کنید. در صورتی که نمی از الگوها استفاده کنید در سربرگ جنرال و از بخش تایپ گزینه پیش برز، یعنی فلش فایل اکشن اسکریپتری را انتخاب نموده و بر روی دکمه اوکی کلیک کنید.